با تشکر از مهری نوذر، حقوقدان و فعال سیاسی که از لس آنجلس پیرامون مسئله پناهجویان در دنیا تحلیل خود را ارائه دادند. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. 23 ماه ذی‌القعده یکی از روزهای پرمنزلت است، چرا که روز زیارتی مخصوص امام هشتم است و زیارت امام رضا علیه السلام از راه دور و نزدیک در این روز به عنوان روز زیارتی آن حضرت یک سنت به شمار می آید. برای این روز برخی اعمال در مفاتیح الجنان ذکر شده و از طرفی بیان شده است. در روایتی روزه گرفتن در روز 23 ذی‌القعده مثل روزه 70 سال است و در روایت دیگر کفاره 70 سال است و هر که این روز را روزه بدارد و شبش را به عبادت به سر آورد برای او عبادت 100 سال نوشته شود و برای عبادت و اجتماع به ذکر خدا در این روز اجر بسیاری است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در واکنش به برنامه جامعه آتش بس که به گفته جو بایدن از سوی اسرائیل ارائه شده است از همه طرف ها خواست که از این فرصت استفاده کنند. او در شبکه اجتماعی اکس نوشت: ما شاهد عذاب و ویرانی زیادی در غزه بودیم، وقت آن رسیده که تمام شود. من از اقدام جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا استقبال می کنم و از تمام طرف ها می خواهم که از این فرصت برای آتش بس، آزادی تمام گروگان ها، تضمین دسترسی بشر دوستانه و در نهایت صلح پایدار در خاورمیانه استفاده کنند. سازمان جهانی بهداشت WHO گفت که آفات طبیعی و تغییرات اقلیمی در افغانستان مبارزه با بحران‌های بهداشتی به خصوص تب دنگی را در این کشور دشوارتر کرده است. در گزارش تازه‌ای که این سازمان منتشر کرده، تب دنگی را یکی از این بحران‌های بهداشتی معرفی کرده و بیان کرده که چالش‌هایی که به وجود آمده، توانایی افغانستان در مقابله مداوم با این بیماری را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. به گفته سازمان جهانی بهداشت، تب دنگی بیش از 5 میلیون نفر را در استان‌های شرقی و جنوب شرقی به خطر انداخته است. صندوق نجات کودکان سیف د چیلدرن میگوید کودکان افغانستان در حال حاضر با مشکلات زیادی روبرو هستند. این سازمان در صفحه ایکس خود در بیانیه ای نوشته است که از نزدیک به 3 سال پیش به این سو که طالبان بار دیگر بر افغانستان حاکم شدند، وضعیت بیشتر بدتر شده است. صندوق نجات کودکان همچنین گفته است که سیلاب‌های اخیر در افغانستان 40,000 کودک را بی خانمان کرده و دست کم جان 200 نفر را گرفته است. پیشتر سازمان جهانی بهداشت هم گفته بود که کودکان و زنان در این سیلاب‌ها بیشترین آسیب را در افغانستان دیدند.